در این برنامه تیم رودست به ناچار از واژه ناسیونالیسم استفاده می کند، زیرا این واژه نادرست می باشد و به جای آن بایستی از واژه ایران شهری یا میهن پرستی بهره گرفت. ولی از آنجایی که واژه ناسیونالیسم برخلاف معنای حقیقیش در عرف سیاسی و اجتماعی به عنوان میهن پرستی استفاده می شود، برای درک بهتر مخاطبان برنامه از واژه ناسیونالیسم به جای میهن پرستی و ایران شهری استفاده خواهیم کرد. درود بر شما، امید هستم اینجام رو دست شما هم شاهده رو دست دیگری هستید. اکشن. مهمترین دلیلی که امروز مردم ایران از شاهان ایرانساز پهلوی به نیکی یاد میکنن احیای ناسیونالیسم ایرانی از سوی پادشاهان پهلوی می باشد. و اگر مردم امروز برای شاهزاده رضا پهلوی احترام فراوانی قائل هستند، بابت این است که فلسفه وجودی شاهزاده رضا پهلوی نماد و میراثداری از این ناسیونالیسم ایرانی که از سوی پدر و پدربزرگ ایشان به ایشان به ارث رسیده می باشد. ولی شاهزاده رضا پهلوی بارها در سالهای گذشته در سخنرانی‌های خودشان نشان دادن با این میراث خانوادگی خودشان آنچنان میانه‌ای ندارند و می‌خواهند از ناسیونالیسم ایرانی فاصله بگیرند و به همین منظور ما بران شدیم این برنامه را بسازیم. خانم ها و آقایان، شاهان پهلوی، ناسیونالیسم ایرانی و شاهزاده رضا پهلوی موضوع این هفته برنامه رودست است. در گام نخست معنای ناسیونالیسم ایرانی را داشته باشیم. ناسیونالیسم ایران عبارت است از مکتب اصالت منافع و مصالح ملی، یعنی مکتب برتری منافع و مصالح ملی بر منافع و مصالح فردی. در مکتب ناسیونالیسم فرد با حفظ همه ویژگی‌های خود مانند شخصیت، موقع، موضع اجتماعی و حقوق انسانی، منافع و مصالح ملی را برتر از منافع و مصالح شخصی خود می‌شناسند و حتی آماده است تا در صورتی که با فدا کردن جان خود بتواند منافع و مصالح ملی را از گزند حوادث دور نگه دارد، دست به این کار بزند. ارزش‌های فرهنگی و تاریخی و همراه اصول و یگانگی، یک پارچگی سرزمین، منافع ملی به عنوان عناصر اصلی ناسیونالیسم ایرانی را تشکیل می‌دهند. با روی کار آمدن رضا شاه بزرگ و روی کار آمدن دیدگاه‌های ناسیونالیسمی بر فضای سیاسی و اجتماعی و فرهنگی آن زمان باعث شد تا ایران به پیشرفت‌های چشمگیری از جمله پیشرفت‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و صنعتی دست پیدا کند. ایران در زمان قاجارها تقریباً در حال فروپاشی است و پس از پادشاهی رسیدن رضا شاه بزرگ، ایشان در نخستین اقداماتش بر علیه وابستگان به بیگانه به منظور تجزیه ایران مقابله می کنند و افرادی همچون سیمیدخو در کردستان و شیخ خزعل در خوزستان را سرکوب می نمایند. همچنین از اقدامات ناسیونالیستی رضا شاه بزرگ می توان به این موارد اشاره کرد: کشف حجاب اجباری برای رهایی زنان از بند موازین اسلامی، متحد کردن نیروهای نظامی و تشکیل ارتش ایران، بنیانگذاری فرهنگستان ایران برای گسترش پارسی سره، تغییر نام رسمی کشور در زبانهای خارجی و مجامع بین المللی از پرشیا به ایران در سال 1314، کما اینکه در خود ایران نام کشور از ایران باستان به همین نام ایران گفته می شد. یکی از اقدامات بسیار مهمه رضا شاه بزرگ در امر احیای ناسیونالیسم ایرانی تغییر گاه شمار قمری به گاه شمار هجری بود و ماهای همچون سرطان و عقرب را به ماهای اوستایی فروردین و اردیبهشت دگرگون کردند. دستور به حفظ، بازسازی و مرمت آثار تاریخی ایران، تأسیس نخستین موزه ایران با نام موزه ایران باستان، بازسازی مکانهای تاریخی ایران از جمله آرامگاه فردوسی و آرامگاه خیام، تأسیس موزه ملی ایران. اقدامات رضا شاه بزرگ در امر احیای ناسیونالیسم ایرانی بیشمار است که مطمئناً در توان تیم رودست نیست تا در این برنامه کوتاه همه آنها بپردازد،
بنابراین به همین چند مورد اکتفا میکنیم. مهمترین یادگاری و میراث رضا شاه بزرگ ناسیونالیسم ایرانی می باشد که پس از ایشان به دست پسر بزرگشان یعنی محمد رضا شاه پهلوی می رسد و پادشاه فقید در همین ارتباط اقدامات گسترده ای را انجام می دهند. پادشاه فقید نیز همانند پدرشان در آغاز حکومت به مبارزه با تجزیه طلبانی که قصد تیکه تیکه کردن کشور عزیزمان را داشتند می پردازد و برای نمونه افرادی همچون جعفر پیشه‌وری در آذربایجان و قاضی محمد در مهاباد را به سزای خیانت‌هایشان می‌رسانند. پادشاه فقید نیز با تقویت ارتش، برجسته کردن نمادهای ملی در سازمان‌ها و وزارتخانه‌های کشور، انقلاب سپید، برگزاری جشن‌های 2500 ساله و ده‌ها کار ارزنده دیگر، ناسیونالیسم ایرانی را تقویت می‌نماید. و البته مهمترین کار پادشاه فقید در راستای ناسیونالیسم ایرانی تکمیل کار پدر بزرگوار خودشان بود و او تغییر مبدأ تاریخ کشور از فرار محمد پیامبر اسلام از شهر مکه به شهر یثرب به تاریخ شاهنشاهی و تاجگذاری شاهنشاه کوروش بزرگ بود. تمامی اینها را به شما نشان دادیم تا یادآور شویم میراث شاهان پهلوی ناسیونالیسم ایرانی است و ما فرزندان راستین ایران میراثدار شاهان پهلوی که همانا ناسیونالیسم ایرانی باشد هستیم. ولی شوربختانه میراثدار حقیقی و حقوقی شاهان پهلوی که بایستی جا پای نیای خیش بگذارد بارها نشان داده علاقه به میراث شاهان پهلوی ندارد. به این سخنان شاهزاده رضا پهلوی توجه بفرمایید که چگونه ناسیونالیسم ایرانی را تحقیر می نمایند و در نهایت می گویند زمانی برای نطق‌های ناسیونالیستی ندارند. We didn't have a religious conflict in the region. Sure, you must have heard that Persians were not really enamored with the Arabs ever since the invasion back how many centuries ago, and there might be some nationalistic fervor on that, but let's be realistic. I'm thinking that as an Iranian citizen, forget about all that patriotic or nationalistic rhetoric. We don't have time to bicker over, some overblown nationalistic rhetoric. شاهزاده رضا پهلوی در حال این چنین زننده ناسیونالیسم ایرانی را مورد تحقیر قرار می‌دهند که فلسفه وجودی خودشان به همین ناسیونالیسم ایرانی بستگی دارد. موجودیت شاهزاده رضا پهلوی بابت این است که میراثدار پدر بزرگ و پدر بزرگوارشان میباشد و میراث اصلی آنان چیزی جز ناسیونالیسم ایرانی نبوده است. در صورتی که شاهزاده رضا پهلوی ناسیونالیسم ایرانی را رد میکند و در واقع وجود خیش را انکار کردند و دیگر به چه منظور مردم ایران بایستی برای ایشان جایگاه ویژه قائل باشند. شاهزاده رضا پهلوی بارها خود را یک شهروند عادی خطاب کردند و جایگاه حقیقی و حقوقی خود را نادیده گرفتند و به مانند یک فعال سیاسی به سخنگویی جریانات سیاسی پیش پا افتاده اکتفا نمودند. این در حالی است که شهروند و فعال سیاسی همگان می توانند باشند، ولی میراثدار حقوقی شاهان پهلوی تنها یک شخص می تواند باشد و آن شاهزاده رضا پهلوی می باشند، ولی ایشان در ظرف این سالها از مسئولیت حقوقی و حقیقی خیش شانه خالی کردند و باوری به میراث پدر بزرگ و پدر خیش که ناسیونالیسم ایرانی باشد ندارند. تیم رودست خیشکاری داشت تا به ملت ملیگرای ایران بگوید شاهزاده رضا پهلوی باوری به ایران شهری و ملیگرایی ندارند و حتی ناسیونالیسم ایرانی را مورد تمسخر و تحقیر قرار می دهند.
در چنین شرایطی که شاهزاده رضا پهلوی هیچ توجهی به میراث رضا شاه و پادشاه فقید ندارند و حتی آن را به تمسخر میگیرند و نقش تاریخی خود را به شهروند ساده و در نهایت به یک سخنگوی نهاد سیاسی تنزل میدهند، تکلیف نیروهای ملیگرا که با شاهزاده ای که مخالف ملیگرایی است چیست؟ اگر در این برنامه احساس کردید روشنگری شده، با پیشنهادات و انتقادات خودتون ما را حمایت کنید برای پخش وسیع این برنامه ها در فضای مجازی. اسپانسر مالی ما شوید. این برنامه هم که همکنون دیدید برای آگاهی ملیگرایان و به امید اینکه شاهزاده رضا پهلوی جا در پای نیای خیش بگذارند، تا اونجا که میتوانید به اشتراک بگذارید، لایک زدن و اینوایت دوستانتون بر روی پیج فیسبوک رودستم یادتون نره. یاد گرفتیم پرنسیب ملی از شخصیت‌ها مهمتر هستن و یاد گرفتیم ایران بزرگ آرمان بزرگ می‌خواهد. تا برنامه بعدی، رودستی دیگر، پاینده ایران، بدرود.